سلام به حاشیه نیوزی های عزیز و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان. به یه برنامه دیگه از نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب خوش اومدید. باز هم با شما عزیزان همراه شدیم تا بپردازیم به زد و خورد های بین ایران و طالبان. در گذشته گاهی وقتها این گروه تروریستی یادش میرفت که یکی از کسانی که بهش رو داده تا پررو بشه خود ایران بوده و حمله میکرد به سمت مرزهای کشورمون و حتی باعث شد نیروی زمینی و هوا نیروز ارتش در قسمت های مرزی ایران رزمایش های بالگردی اجرا بکنه و قدرت خودش رو نشون بده. چندین بار با نیروهای ما در مرزهای شرقی درگیر شدن و هر بار با این جمله که اونها حدود مرزی و مرزبانی رو بلد نیستن دوباره کشیدن عقب و آدم شدن، ولی این بار سر مسئله حقابه هیرمند انگار دارن خود واقعیشون رو نشون میدن و با تغییر دادن مسیر این رودخونه آب رو به کل از ایران گرفتن و قطره ای آب به این طرف نمیاد. در روزهای اخیر رئیس جمهور کشورمون به طالبان اخطارهایی داده و ضرب الاجل هایی هم برای طالبان تعیین شده، ولی در آخر با تمسخر از سمت طالبان مواجه شدیم. ماجرا وقتی جدی تر میشه که نظامیان کشورمون وارد ماجرا شدن و یه هیئت نظامی از ایران به کابل رفت تا در مورد این حقابه صحبت بکنه و ظاهرا داره بحث به زور میکشه. با ما تا پایان همراه باشید تا ببینیم آیا ایران چطور میتونه حقابه خودش رو از طریق نظامی بگیره. و اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودید کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. به دنبال بالا گرفتن درگیری لفظی بین سران ایران و حکومت طالبان در افغانستان به سر حقابه رود مرزی هیرمند، یه هیئت نظامی جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه 31 اردیبهشت وارد کابل شده. هیئت نظامی به ریاست بهرام حسینی معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران در سفر به کابل با مالی خان صدیق معاون نیروهای مسلح حکومت طالبان در خصوص همکاری‌های مشترک مرزی گفتگو کردند. معلوم نیست که همکاری‌های مرزی عنوان شده در این گزارش‌ها شامل امکان بازدید هیئت فنی ایران از رودهای مرزی هم هست یا نه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز 31 اردیبهشت گفته که توافق حقابه هیرمند به عنوان بخشی از تاریخ بلند همسایگی دو کشور غیر قابل خدشه هستش و افغانستان از ایجاد مشکل جدی در روابط دو کشور جلوگیری میکنه. ابراهیم رئیسی هفته گذشته به دنبال سفر به سیستان و بلوچستان نظر به وضعیت نگران کننده آب برای کشاورزی در این استان به طالبان هشدار جدی داد که ملزم به عملی کردن حقابه ایران از رودخانه هیرمند هستش. بعد از او حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان آخر هفته در مصاحبه با شبکه خبر گفته که ایران در سال گذشته فقط 27 میلیون متر مکعب آب از هیرمند گرفته. آقای کاظمی قمی اضافه کرده که طالبان یک ماه مهلت داره این امر رو جبران بکنه و اگه آب ایران رو نده حجت تمامه. اما او توضیح نداد که منظورش از اتمام حجت چیه و تهران چه راهکارهایی برای وادار کردن طالبان به ورود آب از هیرمند به مناطق مرزی ایران در نظر داره. ژنرال موبین یکی از فرماندهان جنجالی طالبان دو روز پیش در واکنش به اخطار ابراهیم رئیسی به طعنه یک گالون آب رو واسه هدیه به رئیس جمهور ایران توی رودخونه پر از آب کرد و گفت طالبان از تهدیدات ایران هراسی نداره. همچنین رسانه‌های داخلی ایران می‌نویسند که در پاسخ به توییت حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که از طالبان به دلیل عدم اجرای تعهدات و ندادن امکان بازدید هیئت‌های فنی از رودهای مرزی گلایه کرده بود، قاضی عبید یکی از سران حکومت طالبان نوشته که نام را اینطور بنویس: محترم الحاج مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه. روزنامه جمهوری اسلامی در تهران روز 31 اردیبهشت مدعی شده که مجموعه‌ای از رفتار و گفتار مقامات طالبان در دوره اخیر حاکی هستش که طالبان به نیابت از آمریکا در صدد کشوندن ایران به جنگه. این روزنامه اضافه کرده که سران طالبان میخوان مسئولان ایرانی در زمین اونها بازی بکنن تا توطئه درگیر شدن در مرزهای شرقی محقق بشه. جمهوری اسلامی اقدام چند ماه پیش دولت رئیسی در تحویل دادن سفارت افغانستان در تهران را به گروه طالبان به عنوان بخشی از سیاست تطهیر طالبان یک اشتباه نامید. عبدالرضا فرجی زاد یکی از سفیران پیشین ایران هم گفته که تهران در پذیرفتن طالبان عجله کرده و اگه در برابر واکنش منفی اخیر طالبان اقدام جدی نکنه اونها جریتر میشن و مشکلات بیشتری برای ایران ایجاد میکنن. محمد سرگزی نماینده زابل در مجلس هم برای وادار کردن طالبان به تامین حقابه ایران پیشنهاد برگردوندن 7 میلیون پناهنده افغانستانی از ایران رو عنوان کرده. از طرف دیگه سایت برنا در تهران روز یک شنبه به نقل از وزارت صنعت و تجارت دولت طالبان خبر داده که مسئول این وزارتخانه در پی مذاکرات با حسن کاظمی قمی واردات فراورده های نفتی از ایران به افغانستان را برای یک دوره 4 ماه دیگه تمدید کرده.
توافق حقابه هیرمند 50 سال پیش بین امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت دولت پادشاهی پهلوی در ایران با محمد موسی شفیق از دولت وقت افغانستان در پادشاهی محمد داوود خان امضا شده بود. حکومت وقت اشرف غنی که قبل از بازگشت طالبان در قدرت بود در آخرین سالهای ریاست جمهوریش در واکنش به مطالبات پیاپی حقابه هیرمند گفته بود آبی در کار نیست و اگر هم باشه ایران باید بهای اون رو مثل پول نفت بپردازه. در بوبوه هشدارهای جاری مقامات ایران به طالبان دو مهره ارشد حکومت امارت اسلامی افغانستان عبدالغنی برادر و عبداللطیف منصور روز شنبه 30 اردیبهشت کانالهای بند بخش‌آباد در فرارود رو به عنوان یک پروژه مهم و حیاتی برای کشاورزی ولایت فراه افتتاح کردند. آب فرارود به حوزه آبریز هیرمند و حوزه هامون صابری در نزدیک مرز استان سیستان و بلوچستان ایران می‌ریزد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در تابستان دو سال پیش به دنبال خروج نیروهای آمریکایی و فرار اشرف غنی هر از گاهی درگیری‌های مرزی بین افغانستان و ایران رخ داده که در تمامی موارد به سرعت فیصله پیدا کرده. تنش لفظی کنونی به سر آب هیرمند ظاهراً جدی‌ترین مسئله‌ای هستش که از مرداد 1400 تا کنون بین دو حکومت رخ داده. در ادامه اختلاف بین جمهوری اسلامی و حکومت طالبان، سرپرست سفارت ایران در کابل برای طالبان ضرب العجله یک ماه تعیین کرده و گفته که در این مدت طالبان باید حقابه ایران از رودخونه هیرمند رو بده. حسن کاظمی قمی که نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در افغانستان هستش روز جمعه 29 اردیبهشت در این زمینه طالبان را تهدید کرده که اگه آب باشه و ندن اون وقت برای دولت جمهوری اسلامی ایران حجت تمامه که این مسئله جز حقوق اساسی ملت ایرانه و چگونه باید عمل بشه. او در برابر چگونگی واکنش جمهوری اسلامی به این مسئله بعد از پایان مهلت تعیین شده توضیح بیشتری نداد. پیشتر ابراهیم رئیسی هم به طالبان در این زمینه اخطار داده و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم مدعی شده که اگه لازم باشه جمهوری اسلامی برای گرفتن حقابه ایران از هیرمند از ابزار فشار خودش استفاده میکنه. با این حال آقای امیر عبداللهیان هم در اظهارات بعدی خودش درباره احتمال استفاده از این ابزار فشار ادعایی توضیحی ارائه نکرده. بر اساس قرارداد سال 1351 افغانستان سالانه باید 850 میلیون متر مکعب از آب رودخونه هیرمند رو به ایران بده، اما عدم تعهد افغانستان به این قرارداد به ویژه سالهای گذشته به یکی از چالش‌های جدی بین دو کشور تبدیل شده. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشنیوز رسیدیم. توی برنامه دیگه از این کانال خداوند یارو نگهدارتون.